پدر سوخته، دلم بیشتر به حال خودم میسوخت که مجبور بودم قیافه دلگیرت را ببینم. ایمان آوردی اخوی، الحق که معجزه کردی. اگر محمد راه ظهور پیامبران نمی بست، با معجزه هایم 124001 پیامبر بودم. دعای من مستجاب شدم. اگر سپاه در لشکر علی نبودند خود عقیم میماند. اگر عبد خدا بودی امیدی به استجابت دعاهایت بود بنده شیطان. اهای، کارتان عالی بود مغنیان بی کلنگ. بروید بخوابید تا بعد. بروید. می‌بندند. می‌دانم. خاطره احد تکرار شد سعسعه. شرم دارم چشم در چشم علی بیندازم. آنان شرم کنند که در لباس یاران علی خدام دارالفتنه سبزند. کمر راست کن سردار. ستون سپاه علی به یک بازی ابلهانه نمی‌لرزد. تا این سپاه در لشکر علی باشند فتح میسر نمی شود. بیا رفیق، مالک، تلخی این شکست به تجربه اش می ارزید. درسی بود برای آنان که اسیر جهلند. بادگاه آمدی؟ میدانی و میپرسی؟
علی تشنه است؟ پرسش نامعقولی است. بحث تشنه ماندن علی نیست، بحث باز ماندن شریعه است. علی وقتی بر گلوگاه مسلط بود آب بر شما نبست. علی ما میبندیم همانطور که آب بر خلیفه شهید بستید. بستن شریعه خطرناک است. تشنه بمانند با شمشیر بر شریعه مسلط می شوند. ما برای جنگ به صفین آمدیم عمد. به جنگ، اما با تعقل. باید کاری کنیم که سپاهیان علی بفرسایند. اگر بنا باشد سرنوشته نبرد صفین را با شمشیر معین کنی، بازنده ای. به اقرار خودت تو علم جنگ نمی دانیم. خود دانی ابایزید. پس شعار تدبیر چه بود که به گوش سرداران بی‌نوا می‌خواندی؟ پس چه بود؟ من آب را بر کوفیان حرام کردم. خدا هم حرام کنه. برو. حقا که در شقاوت یگانه عالمی. برو. اشعث نامسلمان سپاه را از نفس انداخت. چاره چیست مالک؟ باید راه آب را باز کنیم. مریضات سردار، خب یک تن سپاهی را به نابودی کشندی، خز میکنی؟ یک به یک شما به خطا کمرخم کردید و ما به خدعه امراض. قرار یک با یک بود، نه یک به یک. دلاور، اگر آب به رویشان میبستیم امراض تشنه میماند و عقلش به حیلت نمیرسید. استدلالت به ابن ابوهای فرسوده میماند. کدام خطا مؤمن؟ این که در مراممان جوان مردی میکنیم خطاست؟ دشمن با شما چه می کند؟ ما مسئول کردار خودمانیم چندی؟
اگر مقصر منم جبران میکنم. تا تشنگی کورمان نکده کار را یک سره کنیم. من یکی هرچه رمق دارم در بازوهایم جمع میکنم. به جنگیمش است. جایی ولید باز چه بو میکشی مصیبت؟ گوش بده، گوش بده. اشنبی نشخار شطر و شرشر آب احتمال مغز مبارک داغ کرد. خروسان بی محل وقت و بی وقت نمی شناسن. توقع حمله نیمه شب داشتیم. این قول نخهی تا تک تک پسران اومیه را شکار نکند دست بردار نیست. اموزاده بزنیم به چاک.
ندیدی؟ نشناختی؟ آرز 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 بذارم آرز وشتت شکست لشکریان شام و کوفه با فرارسیدن ماه‌های حرام متارکه جنگ کردند. در تمامی این ایام لشکریان امام بر شریعه فرات مسلط بودند. امام هرگز راه آب را بر لشکر شام نبست. سپاهیان شام بی هیچ منعی از آب فرات بهره می بردند. رفتار جوانمردانه امام با دشمن باعث می شد تا شامیانی که مجال درک علی را نکرده بودند به خود آگند. عده‌ای قلیل که باطنی روشن داشتند درک حقیقت کرده و به سپاه امام پیوستند، اما اغلب شامیان همچنان اسیر جهل ماندند و به حیلت‌های پسران نابغه سرخم نمودند. ماه‌های حرام طی شد. این فاصله دو ماهه به قدر کافی روحیه لشکریان صفین را فرسود. کوفیان شرایط دشوارتری داشتند، چرا که فرسنگ‌ها از خانه و کاشانه دور بودند و به آب و هوای صفین نیز عادت نداشتند. در این ایام امام بارها و بارها با اعزام سفرا به اردوی شامیان کوشید آنان را به صلح و سازش و بیعت وادار کند، اما فرزندان نابغه‌های عرب همچنان گوششان به اندرزهای امام بسته ماند که ماند. پس از تمام شدن ماه‌های حرام لشکریان کوفه و شام چشم به راه جنگی داشتند که امام تا سرحد ممکن سعی کرد از وقوعش جلوگیری کند. باغبانی میکنی؟ باغبانی میکنم.
خلقم جوریست که به سبزه و سبزی زنده ام. بسم الله، نان و پیاز مالک. سردار جناح مربوطت ببیند چیزی نمیگوید؟ دیدند، اما به رسم انعام سوره نور را دست نوشته کرد و به من داد. خدا بر دل سیاه شیطان نشد، باز هم نشد، باز هم در نیتم شبهه بود، خالص نبود، به قصد قربت نبود، منیت بود، نشد. ول کن پدر، هوای صفین حیز از سرما میخوری. حرف نزن، خیر ندیده، مشرک شده ای؟ رشته افکارم پاره شد. تقبل الله ابا قطان، بالاتر از بهشت خدا چیزی ندارد که بابت طاعات بدهد. قصد کجاها کرده ای مؤمن؟ چقدر نماز میخوانی بنده خدا؟ نماز نخوانم چه کنم مشعص؟ مجبورم انگشترم را بگردانم و به داغ حارسم جگر آب کنم. از جنگ چه خبر؟ امن و امان. از قرار فرصت داری 10,000 رکعت دیگر هم بخوان. پیر و خرفت شدم، عقلم به جایی نمیرسد. علی خلایق را معطل خود کرده و دل به موعظه بسته. معاویه اگر موعظه میفهمی تا حالا فهمیده بود. همه خستند، کم کم به همه چیز مشکوک میشوم. فکر کردی چرا علی آب را بر معاویه نبسته؟ نمیدانم. اشتر، ماهای حرام تمام شده، لشکریان از بیکاری خل شدن، دل مرده و فرسودند. تا کی علی میخواهد با موعظه جهاد کند؟ امراض هنوز از جهل مردم کوفه مایوس نشده بود. کوفیان باز هم فریب او را خوردند و امام را متهم کردند که از جنگ با شامیان بیم دارد و دودل است. امام فرمود: خیال می کنید درنگ در جنگ به خاطر ناخوش داشتن مرگ است؟ به خدا قسم پروا ندارم که به آستان مرگ درآیم و یا مرگ به سراغ من آید. یک روز جنگ را به عقب نینداختم جز آن که امید داشتم عده‌ای به سوی من آیند و به راه حق درآیند و به نور هدایت من راه بپیمایند. این مرا خوشتر است تا اینکه شامیان را بکشم و گمراه باشم. چه خبر عمار؟ درخشان مالک، درخشان، صحرای را نور می‌دهد. خواب دیدم که به دیدار پیامبر رفتم. محمد بود با همان صورت و دستان. آیه ای خواند که یادم نیست، از قومی میگفت که آن هم یادم نیست، اما مرا به اسم صدا کرد.
رسول خدا مرا به اسم صدا کرد. ناسی را برایم گفت که تا انجام برملا نخواهم کرد. باور میکنی مالک؟ چرا باور نکنم؟ تو قلبی همچون آینه داری، از جنگ چه خبر؟ فردا اعلان جنگ. فردا سری به چادر علی بزن. میترسم حرفی بگویم به او را مکدر کنم. مالک، علی بیش از همه ما تو را دوست دارم. روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد. سر آس، پدرم دشتاشه می پوشید، دستار به سر می بست، عرب بود. نانش را با همسایش تقسیم می کرد، حتی المقدور. پدرم جز برای عزت عرب چیزی نگفت و چیزی نشنید. رسم مأمور باید از شمشیر و جنگهایش بگویم، اما او بی نیاز از گفتن است. آنها که باید بدانند می دانند. من امر پسر او، پسر خلف او، پسر شرافت او، خون شرافت او در رگ‌ها دارم. دور از انصاف می‌بینم که برادران خستم را معذب بازهات کنم و با معقولات و منقولات مکرر روحشان بفرسایم. این آفتاب سوگند میخورم جز برای شرف و عزت عرب در جایی مشاوره کرده باشم و در جنگی پایم به رکاب اسبی رسیده باشد. اما اگر شما برادران ایمانیم به خدا و شرف و عزت عرب بی نیازید، آن شما و این گردن پسر آس.
پسر آز، اگر دنبال عزت و شرف اعراب می کردی من نشانیش را می دانم. عزت و شرف عرب را معاویه در بیابانهای ربزه دفن کرد. کلام ابوذر عزت بود و وجودش شرف. شما برادران عصبانی شامی، کسی را به میدان فرستاده اید که به عزت و شرافت نداشته نیاکان عربش میبالد. امت محمد به مسلمانی خود میبالد، نه به تیر و اشیرش. پسر آس عرب است، باشد، چنانچه وجدانش را قاضی کند اقرار میکند که علی کیست و شما بناس با که بجنگید. برادران هر دو جناح مسلمانند. چند برادر میشناسید که در آن جناح قرار است با برادر دینی خود در این جناح بجنگید؟ عزت و شرف وحدت و برادری است که این روزها در شام به قیمت نمک و ادویه معامله میشود. آهای شیخ، اینجا میدان جنگ است. لمن برم از خطابه حکم بین ما و شما شمشیره. شیعه برادران، این لوح آخرین وصایای ابوالحسن علی است. هنوز فرصت فکر کردن دارید. همه ما به یک قبله نماز میخوانیم، همه ما به یک سنت کفن و دفن میشویم. توحید اصل اول اعتقاد ماست. معاد حق است. کاری نکنید که در رستاخیز شرمسار و سرفکنده با رسول خدا دیدار کنید. ما مأمورین دستورات معاویه خونخواه خلیفه مظلومیم. برو حیوان. هوایزی در چه حالی خلیفه زاده؟ با عبای محمد روین تنم و با شمشیر خلیفه عمر ملک الموت. مبازه باش، اعجاز زبان و ذوالفقار علی تلسمت نشکند. برادرت عبدالله با یک ضمانت او لال شد. از پسران هاشم یکی محمد شد عمر. قرار نیست پنج انگوش مثل هم باشن. در صفین منم که ثابت میکنم فرزند خلیفه ای هستم که قیصر و کسرا را از آسمان به زمین میکشاند. احسنت. بسم الله. ربیعه مثل عجل معلق رسیدند. شامیان را مانند کرباس میدارند. کاری کن امر. من هرچه تیر در ترکش داشتم انداختم. دستم خالیست. این اشعص کندیه بی مادر را که شکار میکنی امر؟ امشب آخرین تیر ترکشم را میاندازم.
نبایزید. برای امروز جنگ کافیست. بگو دست از جنگ بکشند. بشاس بگو مختوج برگردن. گرد ما بازشتر مجالشان نده کار را تمام کنیم. تو غیرتت قبول میکند با کسی که در حال فرار است به جنگی؟ جنگ است مالک. بخشناس نباشیم فاتح نمیشمیم. بشاس بگو مختوج برگردن. Hey!